سلام بینندگان عزیز، یک ویدیوی از دیروز به طرف نشر شد که یک عرب القاعده در پشت رنجر موتور طالبان ششته همراه چند نفر دیگه مصاحبه میکنه و میگه که ما به خاطر جهاد با کفار و طاغوت روانه پنجشیر هستیم. این ویدیو را لحظات بعد ما بر شما پخش میکنم. در این گفتار ما بر شما نشان میدیم که حریق جنگلات نورستان که اخیراً به وقوع پیوست به اشاره آیسای در تفاهم با چین و به وسیله شبکه حقانی حریق شده بود. هدف اونجا یک پایگاه کلان القاعده است که معاونش یک کسی به نام عبدالله است، از چین است و بیس طالبای پاکستانی با القاعده است که قرار است هدف ایست که اون رو در دادن تا تمام شبکه پایگاه خود برچیند و به طرف پنجشیر حرکت کند. یعنی ماموریت جدید. پلان چیست؟ پلانی است که پایگاه مرکزی شبکه دهشت افگن بین‌المللی حال در پنجشیر باید مستقر شد. اینا از پنجشیر بسیار احساس خطر کردن. خوابشان خراب شده. بسیار هولناک است برشان که اگر پنجشیر گرفتن نتانن تاوانش بسیار بزرگ است. به او خاطر به هر طریق اینا میخواد که پنجشیر تسخیر بکنن. پنجشیری که هیچگاه تسخیر نشده. حال در چی عجیب یک مخمسه گیر افتادن. اول ما توجه شما را به همین ویدیو کوتاه جلب میکنم. السلام علیکم و رحمت الله، کیف حالك یا اخی؟ انا طيب الحمد لله. من اين تذهب الان؟ نحن نذهب الى البنشير لقتلهم. ما شاء الله الحمد لله. مرتد يقاتلون في سبيل الطاغوت، نحن المجاهدون يقاتلون في سبيل الله. لعلي كلمه الله، نحن الان اشد مسرور لاننا نذهب الى قتل الكفار والمرتدين والاشرار. انا الان اشد مسرور يا اخوان. الحمد لله ما شاء الله. الله اكبر. خا مجاهد برادر، اصلني رين مجاهدلار ما شاء الله. ولی سوال اخچه مجاهد داره. الحمدلله نیرا بخیر. الحمدلله بل گروه هندی والا می چنده، فارسی بیلیون، ازبکی بیلیون، اردو بیلیون، ترکمنی بیلیون، پشتو بیلیون، عربی بیلیون، یعنی هر بر زبانن هندی والا مر باز. الحمدلله طرف بخیر پنشیر حرکت تا. طوری که شما شنیدین، ما ترجمهش ای عرب تروریست ترجمه گپایش در این فیلم پخش شده برای شما میگم. نفر از پیش پرسان میکنه چطور استی بیادر و کجا میری، کجا روانستی و چرا میری. او میگه که ما پنجشیر میرم برای جهاد فی سبیل الله علی کفار علی اشرار جهاد میکنم، برای قتل و نابودی طاغوت و کفار میرم. اونجا همه طاغوت و اشرار هستن. الله اکبر دگاهشان میگه، خودشان میگه. خب این چیز ها برای ما شما کدام چیز نو نیست. چیز نوی است که اینمی شبکه را انتقال میتن در جنگ های پنجشیر و سپس به طرف آسیا میانه. همزمان با سوقیات چند طرفی جنگجویان خارجی و داخلی از سراسر افغانستان که به طرف پنجشیر روانه است، به شمول بدخشان که آوردن، و همزمان با تقاضای گلبدین حکمتیار برای سرکوب مردم پنجشیر فتوای قتل عام داد. همه این چیزا یک پروژه است، یعنی بخشهایی از یک پروژه است. حال تمامی قطعات و دستجات عرب
به عنوان زیر مجموعه شبکه یقانی به طرف پنشیر مارش میکنند. اطلاعاتی که پیش ما است و در گذشتم این تذکرات ما دادیم در نوشته ها. القاعده هیچگاه در افغانستان از بین نرفت، بلکه پایه های اصلیش حفظ شد با وسیله آیسای و تحت پوشش شبکه یقانی. فعلا در 20 سال اینا تمامی فعالیت هایشان ادامه داشت، اما تحت رهبری شبکه یقانی پوشش او بود، پوشش افغانیش دیگه ظاهرم. ای که سردمدارای خائن افغانستان که میگفتن که طالب فرزند افغان است و نسل کشی میشه، او که میامدن یک مزدور دیگر آوردن که یک رنگ فتوا میداد از نظر حقوقی که بگرام کلش باید اعلام شد که اینا همه چیز بیگانه هستن، چوپان هستن، دیقان هستن. اینا همیش به خاطر شکستن استخوان‌های مدنیت افغانستان بود، آگاهانه ای کار کردن. این پایگاه ها هنوز هم برای فعلن که من با شما گپ میزنم در نورستان خو گفتیم، در زرمت پکتیا، در لوگر، در ولایت زابل و غزنی اینا مستقر هستند. شاید شما بگوین که خود یک ادعا میکنید که همیشه چطور این گپ سند بتی و گپا در این چیزا سند دادن بسیار بسیار کار سخت است. اولا ما تو باید در افغانستان باشیم که ما آدرس برات بگویم و تو اگر بوتانی رفته اوجا اوجا رو ببینی بسیار گپ کلان میشن. یعنی در این مسائل ما روی تجارب و فاکتا اتکا میکنیم. مثلا 3 روز پیش سازمان ملل متحد اعلام کرد، اینمی سازمان ملل متحد که به طالب آل کمک میتن و همراهش کار میکنن، مدیریت میکنه، مدیریت سیاسی طالب دسته در البته در روابط خارجی دسته اینم یوناماس. ملل متحد گفت که طالب همچنان با القاعده در ارتباط است، یعنی دیگه گپ منیز. این گپ معتبرترین سازمان بین المللی است، یعنی سازمان ملل متحد اینمی رسما اعلان کرد که طالب با القاعده کماکان در ارتباط است. در تحول رسمی دیگه، عبدالمحمد طاهری رایزن فرهنگی ایران در کابل گفت اسناد وجود دارد که شبکه القاعده در حال مدیریت کردن طالبان است. خب چی میمونه؟ همه که میمونه که بگوین که خب ولم نه مچه معلوم نیست، خلاص است، کی میفهمه، کی از این گپا تیر شوین. اینمی گپا بود که ما شما را به اینمی حال روز رسان و این کشور زخمی ما را زخمی تر ساخت. در عمل باز اینا چه میکنن؟ امی ملل متحد با دفتر سیاسیش که یونا ما باشه با طالبا عملا از نزدیک روزانه کار میکنن، اینا را تنبیل میکنن. ببینین که یک بازی کثیف روان است. در عمل اما پیشتر رایزن فرهنگی ایران چی گفت؟ نه؟ در عمل گروه های مشاوران فرهنگی ایران، مشاوران سیاسیشان کماکان با طالبا یک جا کار میکنن. خب البته شاید شما بگوین که خب تکتیکی است و هیچ وقت آبشان به یک جو نمیره. خب درست، این صحیح است، دوست و دشمن دائمی وجود نداره. اما فعلا اینمی کپی که ما میزنیم اینمی خب یک واقعیت زنده است. همیانه که ما شما صحبت میکنیم، یک دیپلمات ایران از سفارت و معاون سفارت رفته و قندار سفر کرده با رهبران طالبان، معلوم نیست چی میگه، ملاقات میکنن. رهبران طالبان خود در کابل است، این رفته قندار، او روزم امی آدم رفته بود ولایت خوست. خب کار کردن چی هست دیگه؟ یعنی ما تشریح میکنیم که چه تناقضاتی است. از یک سو القاعده را میارن، از یک سو خودشان میگن که با القاعده رابطه داره، از یک سو خودشان با همی کار میکنن. ما نتیجه گیری ما چیست که همه اینها در یک تقابل و در یک کشمکش مخفی با همدیگر
قرار دارند که باید این کشمکش به یک نتیجه برسد. اونمو کشمکش مخفی که از سال 2014 تا 2022 در محور اوکراین بود که بالاخره این یک انفجار بزرگ در داخل خانه اروپا با وجود آورد. اروپا خواه نمیدید که فیل درون خانه اروپا یک بار سرور داره. خب گفتیم که پایگاه ثابت القاعده در نورستان، زرمت، لوگر، زابل، غزنی اینجا است. تمامی فرماندهان که طالب اینجا هستن، اینمیا از طرف اونمو شبکه عرب به امللی تمویل میشن. اینمی قطعات انتحاری که شما میبینید، لیزری و انتحاری و منصوری و بدری، اینا همیش پولش القاعده میده. ای قبلا بین آیسای و بین متحدین آیسای یک توافق است. قماندان های ازبکتبار در شمال، رهبری حرکت اسلامی ازبکستان که تمام رهبریش در افغانستان است، مثلا جمعه اکا، دیگهش روف اکا، اینا رهبر هستند. یک خانم به نام مریم، خانم دیگه بی بی مکرمه، دیگهش الفرقانی و مهدی ارسلان، رئیس جماعت انصار الله تاجکستان که اخیرا در خاروق اونجا عملیات کرد، جنگ رهبری کرد. و نسیم سیرت، مشهور به ستار سیرت، شما سعی کنید قرینه سازی را، رئیس شبکه جندالله. دینمی پایگاه هستند، فعال هستند، قطعاتشان منتظر جنگ هستند و منظم تمویل میشن. از طرف کی؟ از طرف اونم شبکه عرب و امداد. شاید شما بگوین که کی باشه یه عرب و امداد؟ یکی که شبکه القاعده، شبکه تاجر است، کمپانی های بزرگی در سراسر دنیا داره. اینمی بن لادنی که دنیا را تباه کرد، ظاهراً اینمی شریک خاندان جورج بوش بود، آلم شریک هستند. با دنبال اون شریک ها رو ما چه بگردیم؟ این یک شریک زنده و برحال به نام امارات است که با طالبا کار میکنه. میدان اوایار گرفته. این میدان اوایار یاد ما باشه که ایران و روسیه از علقشان خواب کشید. خب دمی 20 سال اینمی ها این گروپ ها رو تمویل کردن. با کدام روز؟ بین امروز. این کلش یک پروژه کلان است، هر گوشش با هم رابطه داره. شاید شما بگوین که چی؟ یه امریکایی ها ایجا بود، ناتو بود، چقدر از یا جنگ کرد، میزد ایسو بزن ایسو بزن، بمباران کن، مادر بمار انداختن و گپا. قطعا غلط. مادر بمار رفتن در سر کوه انداختن تا یک بم تبلیغاتی بود تا بم واقعی. دمی 20 سال ناتو و امریکا کاملا از اینمی تحرکاتی که تا امی لازمه برای شما تشریح کردن، ذره به ذره، دانه دانه اطلاع دارن، داشتن و بعد از این هم می داشته باشن. بالمقابل روسا، ایرانیا، چینایا و ایندیا از این آگاهی دارن. حال هر کدامی کشورها کار میکنن که از این مفرزه های خطر و جنایت به نفع خود، به خاطر پیشبرد اهداف خود استفاده بکنن. اینمی مفرزه های پایگاه بسیار اهمیت داره. چی اهمیت داره؟ در جنگ مخفی اینا بسیار زیاد اهمیت داره و قیمتش هم بالاست. ما اون روز در یک برنامه گفتیم که وقتی که یک مثلا جبهه مقاومت میگه که والا ما حقوق زنا را احترام میکنیم، نمیفهمم که تحصیلات دخترها چطور چنان شود. اینمی ایت مارکت نداره. مارکت زمانی داره که یک بار فرمانده جبهه با تمام قدرت هزاران طالب اسیر بگیره، مکمل پنجشیر فتح کنه، بندازه مرحله جنگ به طرف گلوار و تا پشت کوتل خیرخان. اونو وقت این مارکت پیدا میکنه.
تمام رهبری شبکه اقانی در 20 سال اخیر تحت پوشش کمک‌های مالی القاعده بود. اینقدر عملیاتی که شد فکر میکنید که آیس های جیب خود میداد؟ از پاکستانی کسی پیسه گرفته نمیتونه. او اینی رقم سازماندهی میکرد. امیل خانواده ملت یعقوب از این شبکه ترور تحت حمایت القاعده است. دنمی مناطق گفتم. این حال آیس های بر اساس تعامل با شبکه عرب بین الملل مدیریت اقتصادی طالبان را در اختیار عربا قرار داده بود. آل یا مینیمی جنگ مصرف شد پاکستان نمیده. عرب بین الملل میده. تفاهمی که با انگلیس، امریکا، پاکستان داره. یعنی افغانستان با وسیله پول عرب دنیمی 40 سال به ایران شده. خب ای گپ دراز نمی کنیم. حالا میایم سوالی است که امی دفتن هیچ کدام گرمی قدر داغ و بسار سوزانه هم نیست که یک بار کمی افتا و بتابه و جنگلا در بگیره. چطور یک دم جنگلات کنر نورستان در گرفت؟ پیشتر من برای شما گفتم که اونجا یک پایگاه القاعده است بسیار کلان که بخشی از طالبان پاکستانی که گریخته از پاکستان پناه برده دانوج است. در تحت حمایت اونمو فرماندهی است. همچنان معاون امی اصلا امی گردان یا هنگ یا امی غند یا هنگ امی القاعده در کنر نورستان یک چینایی است که نامش مجهول است. نامش باشم چیز خانم فامیده آدم نمیتونه. نامش عبدالله مانده. این حال اینجا او تقریبا اینمی از اختیار در حال خارج شدن بود. امی بیس القاعده. پاکستان در مشوره با چین یک دم درداد چیده. کنر نورستان جنگلات شد. با وسیله شبکه اقانی درداد. که چی شوه؟ خب قبل از اینکه چی شوه است ما برای شما یک چیز دیگر یادآوری میکنم که یک هفته تیر نشده بود یک دن طالب صدایش برآمد که از چین خواستار کمک شد که اگه شوه شما کمک بکنید کمی آتش خاموش شوه. این کلش دیگه یک سازه است یک دیگه رابطه دارم. هدفی بود که ایره در بدن تا این گروه های که بسیار در مناطق بسیار پیچیده و غیر قابل تسخیر لانه کرده بودن وقتی که جنگل در میگیره اینا مجبور شوند که از اینجا بگریزن بکشن خودا. در این حالی که او را در دادن اونا در حال کشیدن هستند. نمیخواهند که ناخ در بگیره در آتش. اونا را طوری عیار کردن که اینا برن از طریق نورستان و پنشیر تا شوند تا امی مرکز کلانه شبکه عرب بین الملل همین پایگاه دائمی خود در پنشیر بگیره که هم فایده به پاکستان شود هم رفع خطر از پاکستان شود و هم در اهداف بعدی از اونها استفاده بکنه و هم پنشیر و نفع شبکه اقانی و آیسای حفاظت بکنن. به دلیل از اینکه پنشیر حرکت هایی که شده در بین رهبرهای طالبان ای نتیجه به دست آمده که پنشیر از دست میره دیر یا زود. تمام سوالش نیست که ریشه رقم بگیریم ما. وقتی که میبینن که یا خود کوی جنگ نکردن یا خود تقا توقیس زدن قدرت برشان دادن. اما تجربه داره خود که یه میرن که در کجا جنگ شد چطور شد چیکار شد خواه که میگه که فقط هم یک در کوه های در سنگر های استراتیجی که جبه مقامت همی عرب های به اندل خوب بالا میشه. آلم واره میرن. آله سر از آن به این نتیجه رسیدن که نمیشه. او تسخیر ناپذیر است. مقامتی ها هیچ رازهای خود بروز نمیتن. در تمام سنگر ها اونجا هستن به عنوان یک خطر فزاینده برای حاکمیت طالب. این خطر هر روز زیاد شده میره که آیا طالب در پنشیر گیر کنه یا عقب بشینه. اگر گیر کنه نشه که تحرکات طرف به یک مرحله
غیر قابل بازگشت برسه که هزاران نفر به دام بفتن. بازو وقت دیگه به این طرف ماتم میشه، به اون طرف جشن میشه. یعنی تو گپاس پیش از پیش اینا شبکه های عرب بین النهرین رو میبرن. خودشون چند روز پیش میخواستن که پایگاه بزنن، نتونستن، شکست خوردن. ملا یعقوب رفت دیگه میخواست پایگاه کلان، موفق نشدن. حالا همین قوای حشری را چند ملیتی رو میبرن. در نورستان و اونجا در کنر پاکستان بارها خواستار انهدام پایگاه بود، اما نیروی وجود نداشت که ایره منهدم کنن. اگر پاکستان می آمد با تیارات بسیار F-16 و چطو و چکار، ای خب بسیار کلان گپ می شد که روی دیگه کشوران گپ کلان می شد. اولا خود یک نوع احساسات ملی گرایی رو در افغانستان تحریک می کرد علیش کلا بود. در حالی که کل جا هم گرفته اگر بیا بمبارات میگه اولو در وطن ما بمبارد کرد پاکستان پنجابی های هوی، در حالی که کل جا گرفته این چیز نمیگه. چین هم خواستار برچیدن این پایگاه بود. حالا یک سوال است که چرا چین و پاکستان طرفدار برچیدن پایگاه از کنر نورستان بودن، مگر از زابل، غزنی، زرمت و لوگر نیستن؟ این سوالات سیاه است که پاسخ سفید میخواه و اونا پاسخ نمیدن. خب پاکستانی ها به هر شکل میخوان که خدا از شر امو عرب بین المللی که طالبای پاکستانی رو در آغوش خود گرفته تمویل میکنه نجات پیدا بکنه. چین تقلا میکنه که روسای چینی سیمکیانگی و عبدالله سیمکیانگی رو گیر بیاره ای سوسو. در حالی که دمی ده ماه چین بسیار زیاد از اینا تقاضا کرد که تمامی اویغوری ها رو بر ما تسلیم بکنین، اما خب در برنامه قبلی هم ما گفتیم که اویغوری ها رو بردن در پشت جبه در زابل اونجا که نیست، حالا گم شدن رفتن. چینایی ها ایره میفهمن، اما سر از اون کتمی به اصطلاح مردم ما شما از مجبوری کدمی پاکستان هم تو چال داده میرن. خب حالا هر روز شدت عمل در پنشیر و اندراب ها و شمال اینا زیاد کده میرن. اینمی قوات ها را بردن بردن آورده روان هستن. این کسایی رو که از کنر و نورستان جمع کدن، حالا شما کلپ دیدین که بهترین گوه اینمی هست میارن اینا در پنشیر. آل سوال اساسی است تجربه جنگی ما و با توجه به استراتژی کشورهای کلان کلان که در افغانستان کده کده زور آزمایی میکنن چی میگه گر؟ خب یکی که مقاومت مردم در پنشیر همونطوره که احمد شاه مسعود گفته بود که من باشم یا نباشم مقاومت وجود داره. او حتی گفته بود که در این اراضی 10 نفر هم در او ارتفاعات باشه کسی حکومت کرده نمیتونه. حال ده چی که کمک زمین مساعد شده ده ها هزار نفر از رزمندای نسل جوان آماده مبارزه به خاطر حراست از سرنوشت افغانستان است. در این علاوه ایرانیا و روسا هندوکش ها را اجازه نمیدن که در کام پاکستان فرو برود و اونجا مرکز دهشت افغانی بین المللی شود، یعنی پایتخت. اگر فکرتان باشه کماندان های امریکایی و خود ناتو سولنبرگ اینا میگفتن که پایتخت داعش نمیفهم در فلانی جا هست، خودشان مطابق پلان جور کرده بودن، مطابق پلان همیشه در گوش مردمی تو میزدن که این پایتخت فلانی شبکه دهشت افغان در فلانی جا هست، این پایتخت ای در ای جا هست. اونا اجازه نمیتن که پایتخت عرب و امدال شود که از اینجا با جنگ آسیای میانه بسار و خوبی رهبری شود. یعنی به نظر شما این فیلم هم که دیدین چه واقع میشه؟
در امی حوزه پنشیر و اندراب هم حوزه هندوکش ها. آیا شما فکر میکنین که محور پاکستان، انگلیس پیروز میشوند در این پروژه؟ تجربه با شما چی میگه؟ تجربه تاریخی با ما چی میگه؟ که هندوکش ها یک مکان طبیعی و مناسب برای قوایی که از هند میایه نیست، برای امریکایی هم نیست، برای انگلیس هم نیست. انگلیس هیچگاه در هندوکش ها مستقر نشد، امریکایی ها هیچگاه در گردنه های استراتژیک هندوکش و پامیر ها مستقر نشد. یک سوال در ذهن تو نمیگرده که امریکا کل جای غزمالا کرد اما هیچ دمی طرف شمال دمی پامیر ها و جا نمیرفت؟ ایوازش چی میکرد؟ آلمان ها رو پایگاه شما باشین. چرا؟ به دلیل ازی که در توافقات استراتژیک اونا اجازه ندارن که در جا برن. اونجا حوزه روسیه است و آل که به تازه قدرت نوظهوری مثل ایران است، حوزه ایران است. و در سطح کلانتر حوزه هند هم است. بنابراین نتیجه چی است؟ یعنی عقل ساده من میگه که اینی میاد تمام اینه مقدر نقل و انتقالاتی که دارن، اینا سرکوب میشن، اسیر میشن، کشته میشن، یعنی مثل گوشت در ماشین انداخته میشن. برداشت من می است. تا برداشت شما وطندارای عزیز چی باشد؟ تا بعد.